سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. من امید بروکسم و خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها توی این ویدیو همونجور که از روی تامنیل دیدید قراره که گان لجند بدیم. البته بینش هم دوتا هم گان میتیک هست. حالا چطوری میتونید اینا را تحویل بگیرید؟ تو ادامه ویدیو همراه من باشید و اینم بهتون بگم که اصلا قرار نیست بهتون بگم مثلا بدید این ایونت ها انجام بدید یا این کارا بکنید اون کارا بکنید. نه، کاملا راحته. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. کلی فایت های خفن و جذاب و باحال دادم. حتما ببینید و کلی هم نکات آموزشی بین ویدیو هست که همشو مو به مو بهتون میگم. خیلی دوستتون دارم. بریم ادامه ویدیو. Let's go. اولین نکته، بلک مارکت میاید روی اون ساختمون بلنده نرید و بیاید اینجایی که من الان لند کردم لند کنید. همیشه گان است، یا اس ام جی یا رایفل یا شاتگانه. ببینید خیلی زین رفیقمون رو هوا زدیم. این اولیشون، یه دونه اسلاید میزنیم و ریلود، منتظر بعدش میبینیم کجان. خیلی راحت، ببینید خیلی ایزی. این یک دوستمون، اینم میزنیم. ببینید آها، اینم دومیشون. دوباره یه دونه جامپ اسلاید میزنیم و ریلودمون رو انجام میدیم و بریم سراغ سومی. اینم سومی، آها عالی، اینم سومیشون و اینم از این اسکوت. خیلی ایزی، دیدید اصلا. پس نکته بلک مارکت اینه که اصلا توی این برجی که همین الان دارید میبینید هستم نیایید. اوکی، اصلا نیاد. اینم یه مچ دیگه است، براتون گفتم این نکات رو بذارم چون واقعا دیدم هر کسی میاد بلک مارکت میاد اینجایی که الان هستم. ببینید قشنگ اینجا چه اتفاقی میفته. اگر اینجا ببینید یه دونه اسلاید میزنم، پرک خشاب نداشتم، با اکو منو زده بود. پرک خشاب لژندری روی گانم بود، اونجا زمین بود برداشتم چون تیرش تموم میشد و خیلی راحت با اکو میخوردم. اینجا هم خیلی تو در تو اسلاید بزنید گیر میکنید، اینور گیر میکنید، اونور اصلا نمیتونید بازی کنید و واقعا سخت اینجا بازی کردن. بچه‌ها شاتگان بعد از یک هفته، اونایی که با من پلی دادن میدونن، من اصلا دیگه تو دراپ هم شاتگان نذاشتم، فقط اس ام جی و رایفل، همونجوری که تو ویدیو بهتون گفتم و سر حرفم هم هستم هنوز. و اینجا شاتگان بعد از یه هفته برداشتم که ببینم بازم میتونم شاتگان بزنم یا نه. و ببینید دیگه خودتون قضاوت کنید، امیدوارم که لذت ببرید. و بچه حالا یه سری نکات هست برای اینکه خیلیاتون هم میدونید ویو ها پاک میشه دیگه، مثلا یهو 1000 تا 2000 تا 3000 تا ویو از ویدیوها پاک میشه کامل و کاری نمیشه کرد و دیگه میفره همه چی بود و نبود میره دیگه، تموم میشه کاملا. و حالا چطوری شما میتونید از ما حمایت کنید؟ واقعا شما که دارید زحمت میکشید، شما که دارید این همه ما رو خوشحال میکنید، ویدیوهای ما رو میبینید، پس شما هم یه زحمت بکشید از یه دونه وی پی ان معتبر استفاده کنید. اگر نمیتونید وی پی ان مثلا آقا پولی بخرید، نمیخوام مثلا هزینه کنید، نمیتونید هزینه کنید وی پی ان پولی بخرید، شما زحمت بشید مثلا آقا چند تا اسم وی پی ان توی اینستاگرام استوری میکنم یا همینجا هم داخل ویدیو مینویسم روی ویدیو که نگاه کنید و برید دانلودشون کنید، چون اینا تست شدن و واقعا اوکی و ویو و لایک و ایناتون رو پاک نمیشه. چرا؟ چون اونا پاک میشن به خاطر اینه که آقا وقتی شما با وی پی ان مثلا معتبر نیست و هی داره آی پی عوض میکنه میاید توی بازی، خیلی قشنگ و خیلی راحت یوتیوب شما رو بات تشخیص میده و ویو، لایک یا سابسکرایبی که از من یوتیوبر یا از بقیه همکارامون دارید حمایت میکنید، همه اینا پاک میشه و واقعا انرژیمون میفته. دقت کنید، من الان 2 روزه که ویدیو نذاشتم، اصلا 2 روزه که ویدیو نذاشتم. چرا؟ چون ویوها با زور به 1000 تا میرسه، نزدیک 2000 تا 3000 تا ویو پاک میکنه. مثلا آقا من ویدیو رو آپلود میکنم، تو 45 دقیقه اول، 1 ساعت اول رنک 2 رنک 1 ویدیو رو میگیره، یعنی این توی 10 تا ویدیو آخر رنک 1 گرفته. چرا؟ چون بهتر بوده، شما بهتر حمایت کردید، کلی زحمت کشید اومد ویدیو رو دیدید و به من انرژی میده این. اوکی، پس بچه ها، و وقتی که میام آقا میبینم تو 45 دقیقه اول رنک 1 گرفته، میگم ایول این ویدیو میره برای وایرال شدن و اینا، ولی متاسفانه بعد از 1 ساعت که میام نگاه میکنم میبینم آقا مثلا 1000 تا ویو گرفته تو 45 دقیقه اول، 1 ساعت که میگذره میام نگاه میکنم اون 1000 تا ویو شده مثلا 700 تا 500 تا ویو و تعداد لایک ها مثلا از 200 تا شده 70 تا 80 تا و پاک میکنید. چرا؟ دلیلش اینه که شما از وی پی ان معتبری استفاده نمیکنید و واقعا میاد یوتیوب شما رو بات تشخیص میده و اون زحمتی که میکشید میاد ویدیوهای ما رو میبینید کاملا از دست میره و کلا همه چیز صفر میشه. پس بچه ها اگر دوست دارید به ما یوتیوبرها انرژی بدید که ما هر روز ویدیو آپلود کنیم، چه من چه بقیه بچه‌ها ویدیو آپلود کنیم و انرژی داشته باشیم، وی پی ان هایی که آقا میدونید آی پی تون رو تونتون عوض نمیکنه، آی پی ثابت داره و اینا رو حتما اونا رو نصب کنید. شما که زحمت میکشید، بازم میگم حتما اونا رو نصب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید و بهمون انرژی بدید.
ببینید اینجا را، من و یکی از بچه‌ها هستیم، دو نفریم، اونا چهار نفرن توی اون چاپر. اینجا یه لحظه من ثابت وایسادم، سری چاپر رو دمیج کردم، مجبور شدیم بپریم. ببینید من قشنگ میتونستم بپرم آقا همین زیر، ولی کجا رفتم؟ هایرند. ببینید اینجا را اریدم، بلافاصله مدیکا زدم، خیلی ایزی اینا زدیمش. ببینید این اولیش، بریم سراغ دومی، اینم دومی، ببینید سومی، ببینید توی مدیکی دارم میگردم، خب بریم سومی، اینم سومیش، ایزی ایزی ایزی، تمام تمام. آقا نگید طرف سه نفر من تکم. وقتی شما بریم سراغ چهارمیشون، به ادامه مطلب بگم، چهارمیشم که دیگه بچه‌ها مهلت ندادن. ایزی وایپ بچه‌ها، ببینید وقتی سه نفر چهار نفر دورتون باشه، شما استرس بگیرید کارتون تمامه. حالا اون سه چهار نفر یا یه نفر هم باشه استرس بگیرید کارتون تمامه، خیلی ایزی شما رو میزنه. شما تنها کاری که باید بکنید اینه که وقتی SMG دستتونه، خب دارم نکات SMG رو میگم، من به شاتگان اصلا کاری ندارم، SMG رو دارم بهتون میگم الان و بهتونم قول دادم که نکاتش رو توی هر ویدیو بهتون بگم. وقتی دستتون باشه شما با SMG باید کاملا ریلکس باشید. این که آقا بگی هول کنی بگی وای وای الان میس میدم، نمیدونم صفحه نمیچرخه چی میشه و این، اصلا نترسید، راش بدید به انمی، خیلی ایزی بزنیدش. ببینید اینجا را طرف خوابیده، اینجا شب این مار داره میخزه. ببینید قشنگ اول هیپ فایر زدم، دیدم دارم میس میدم، سری اسکوپ گیری کردم همون لحظه، خیلی ایزی خورد. پس رایفل رو باید اسکوپ گیری کنید، چون مثل 47 و اینا اسکوپ گیری کنید بزنید، از هیپ فایر فنک هم بدتره. چرا؟ چون دمیجش بیشتره، رنج راحت‌تر میزنه و کلن همه چی شوکی تره. و سعی کنید توی این سیزن ها، مخصوصا این سیزن هایی که تازه اومده به جای مثلا آدرنالین آرمور رو اینا اومده چند سیزنه، به جای این کارا شما باید مثلا آقا SMG و رایفل مثل شرفت و اینا برمیدارید، حتما اسکوپ گیری کنید. اوکی حتما اسکوپ گیری کنید. ببینید اینجا من اینا زدم، اسکوپ گیری کردم، وست شکست. اینجا رو ببینید، اینجا هیپ فایر زدم میس دادم، دیگه نمیشد کاریش کنم، سیر پیچیدم رفتم دنبالش که چیکار کنم. با RUS هم حتی باید نگاه کنید، هیپ فایر نزدم، خیلی قشنگ اسکوپ گیری کردم که سری بیفته نره سراغ یارم، چون یارم اچ پیش کم بود فکر کنم. سری اسکوپ گیری کردم و زدم افتاد. پس اسکوپ گیری توی این سیزن خیلی مهمه، اگر تیر میزنید حتما اسکوپ گیری کنید، چون مطمئن باشید نتیجه خیلی بهتری میگیرید. و دیگه حالا نکات بیشتری بود جلوتر بهتون میگم. و بچه ها درباره اکانت، مثلا یادم رفت، در قرار توی اینستاگراممون یه دونه اکانت قرعه کشی کنیم، یعنی قرعه کشیش انجام شده، قرار بود این ویدیو رو دیروز بذارم ولی متاسفانه نشد، و قرار شد که دیروز بذارم ولی متاسفانه نشد، گفتم بیارم بذارم برای امروز. بچه‌ها توی اینستاگرام داریم یه دونه اکانت خیلی خیلی خفن که دو تا گان میتیک، گان هولگر میتیک و یه دونه هم اون AMR اسنایپ AMR میتیک، این دوتا را داره با 10 تا گان لجند، کلی اکانت چی اسمش کاراکتر کریت و باندل و از اینجور چیزا، خیلی خفنه. پست قرعه کشی آپلود کردم داخل پیج اینستاگرام که خیلی راحت میتونید، آیدی پیج اینستاگرام رو صفحه میاد، این پایین سمت چپم هست، میتونید جستجو بدید تو اینستاگرامو، بیاید پیجا فالو کنید و قوانین داخل دیسکریپشن نوشته شده و داخل ویدیو هم توضیح داده شده، حتما حتما شرکت کنید، مطمئنم که برنده یکی از شماست. خیلی دوستتون دارم، منتظر ویدیوی بعدی باشید. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.